ملا هبت الله آخونزاده سرگروه طالبان به انتقاد عالمان دینی از خودش در رسانه ها واکنش نشان داده و آن را خلاف شریعت خواند. عملکرد بحث برانگیز طالبان علاوه بر انتقاد گسترده در میان شیعیان، انتقادهای گسترده‌ای را در میان جامعه سنی مذهب افغانستان هم در پی داشته است. ابتدا گزارش همکارم فاطمه موسوی را ببینیم. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز سه‌شنبه 17 بهمن با انتشار یک پیام صوتی اظهار داشت که انتقاد علما و روحانیون از عملکرد او نباید به صورت علنی انجام شود، چون این کار سبب تضعیف نظام می شود و خلاف شریعت است. وی در این پیام که در کانال‌های رسانه‌ای طالبان منتشر شده می گوید نصیحت را قبول دارد اما مخالف انتقاد علنی است. آخوندزاده پیش از این تأکید کرده بود که انتقاد علنی از طالبان بر اساس شریعت مجاز نیست و اگر کسی می‌خواهد انتقاد کند پیام خود را به گونه غیر علنی به مسئولان این گروه برساند. وی خطاب به عالمان دین گفت اینکه در رسانه‌ها حاضر می‌شوید و بر من دست تکان می‌دهید که امیرالمومنین چرا این کار را کردید یا این کار را نکردید، این خلاف شریعت است. او ادامه داده این برای من نصیحت نیست، اینکه در رسانه‌های بین‌المللی حاضر شوید به جای اینکه تأثیر مثبت داشته باشد اثر منفی دارد. به گفته وی این کار سبب تضعیف طالبان می‌شود، بی‌اعتمادی به بار می‌آورد و نشان دهنده این می‌باشد که فاصله میان عالمان دینی و این گروه موجود است. او از عالمان دین خواسته تا اگر نصیحتی برای او دارند آن را به گونه خصوصی با او در میان بگذارند. سخنان سرگروه طالبان در حالی رسانه‌ای شده که در یک هفته گذشته واعظ‌زاده بهسودی از روحانیون پرنفوذ شیعه در کابل و عبدالشکور روحانی اهل تسنن مقیم قندوز طی سخنانی از عملکرد طالبان انتقاد کردند. واعظ‌زاده بهسودی در نشستی در کابل گفت که طالبان طی 2 سال و 5 ماه سلطه بر افغانستان اشتباهاتی را مرتکب شده که باعث فاصله میان مردم و این گروه شده است. عبدالشکور نیز که مدرس مدرسه دینی و امام یکی از مساجد در قندوز بود در سخنرانی خود گفت که طالبان افراد بیگناه را به اتهام‌های مختلف از جمله عضویت در جبهه مقاومت ملی و گروه داعش بازداشت می‌کند و به شیوه‌های مختلف شکنجه می‌کند. او همچنین با اشاره به گسترش فساد در طالبان گفت که انواع و میزان فساد در این گروه بیشتر از دولت پیشین افغانستان است. پس از آنکه سخنان عبدالشکور در رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به صورت گسترده بازتاب یافت و مورد استقبال قرار گرفت، او از تدریس در مدرسه دینی منع شد و تحت تعقیب قرار گرفت. سخنان این دو روحانی شیعه و سنی در رسانه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای دست به دست شد و به دنبال آن موجی از انتقادها نیز علیه طالبان مطرح شد. رهبران طالبان ضمن اینکه انتقاد علنی علما و روحانیون از نحوه عملکرد حکومت خود را نمی‌پذیرند، محدودیت‌های فراوانی نسبت به رسانه‌ها نیز وضع کرده‌اند. اظهارات سرگروه طالبان در حالی بیان می‌شود که طی بیشتر از 2 سال گذشته این گروه شمار زیادی از افراد را در ولایت‌های مختلف کشور به دلیل انتقاد بازداشت و شکنجه کرده است. در روزهای گذشته نیز چندین عالم دینی که در استانهای ننگرهار و قندوز از رهبر گروه طالبان انتقاد کردند توسط طالبان دستگیر شدند. بر اساس محدودیت‌های طالبان رسانه‌های داخل افغانستان حق انتشار محتوایی را که در آن از این گروه انتقاد شده باشد و یا محتوایی که در مورد فعالیت مخالفان این گروه باشد را ندارند. سخنان رهبر طالبان در حالی مطرح می شود که مطابق با توصیه های اسلامی و کلام بزرگان دین از جمله امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام نبوده و همچنین مخالف مواردی از جمله حقوق مردم در برابر حاکم، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامت ها و ارزش های انسانی است.
به همین دلیل است که امیرالمومنین علیه السلام در فرمان حکومتی خیش به مالک اشتر می‌فرمایند در برابر مردمی که نیازها و مطالباتی دارند با فروتنی بنشین و نگهبانان و حامیان و اعوان و دربانان و مأموران امنیتی را بازدار تا مردم بتوانند بدون لکنت زبان و بدون ترس و اضطراب و نگرانی سخن خیش را بگویند. علاوه بر آن سخنان سرگروه طالبان خلاف حقوق شهروندی بوده و در تعارض آشکار با شیوه هایی است که در همه کشورهای توسعه یافته مردم امکان انتقاد از رهبران خود را دارند و قلع و قمع هم نمی شوند. افزون بر اینها در روایات به صورت مکرر تصریح شده که عنوان امیرالمؤمنین فقط اختصاص حضرت علی علیه السلام دارد و به کار گرفتن آن نه تنها در مورد زمامداران منع شده که حتی توصیه گردیده در مورد سایر امامان معصوم علیه السلام نیز از این عنوان استفاده نشود. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. بیشتر صحبت کنیم در این باره با سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دینی از قم که ما ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. جناب آقای طباطبایی، به طور خلاصه بفرمایید که به نظر شما چه تعارضی میان عملکرد حکومت‌های نظیر طالبان که نام اسلام را بر خود نهادند با توصیه بزرگان دین برای حاکمان اسلامی وجود دارد؟ و علیکم السلام و رحمت الله. از نظر اسلام چه در مذهب عامه چه در مذهب شیعه معاصر هیچ تفاوتی بین حاکم و مردم از لحاظ حق نقد و نظارت بر همدیگر وجود نداره. اساس اسلام در کنار نقد و نظارت قدرت به اصل آزادی که لازمه این کار توجه داره، تا حدی که پذیرش اکراهی بالاترین مقوله عقیدتی که همون دین باشه را هم توجیه نمی کنه. طبق آیه صریح قرآن لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، حتی قرآن امر معروف و نهی از منکر را هم برای نقد و نظارت قدرت در زمان ولی غیر معصوم مطرح کرد. در آیه دیگه قرآن حتی هر که این فریضه را موجب فراموشی آدمی از سوی خدا میدونه. در روایاتی که ما از رسول خدا داریم تصریحا آمده که هرگاه مردم ستمی رو ببینن و جلوی اون رو نگیرن بعید نیست که خداوند مجازاتی رو فراگیر دامنگیر همه اونها قرار بده. بله. یه نکته در رابطه با همین که وظیفه عمومی امر معروف و نهی از منکر همون روایت معروف رسول خداست که اهل عامه هم قبول دارن، اختلاف امتی رحمه، که همین نشون دهنده اهمیت تبادل فکر و نقد و نظارت قدرت که لازم آزادی بیان. بله. حالا با توجه به این که طالبان یک گروه عقیدتی است، من عرض میکنم که یعقوبی مورخ معروف میگه که ابوبکر در همون آغاز زمامداری خودش گفت که من الان با اینکه بهتر از شما هستم بر شما حکومت پیدا کردم، پس اگر راست بودم که منو پیروی کنید. و نکته قشنگش اینجاست که اگر من کج شدم منو راست کنید. بله. ابن قتیبه ابن اسلم کوفی هم همین رو نقل میکنند. بله. عمر هم همین رو میگه که هیچ محقی در حق خودش به این نرسه که در معصیت خداوند از او اطاعت بشه. مردم، حقوقی که بر من و شما با شما در میان میذارم، اگر خواستید بر اساس اون ازم بازخواست کنید. حتی عثمان به عنوان سوم خلیفه ای که اونها مدعی راشدین بودنش هستن که میگه که بشنوید من پیروی کننده هستم نه یقین کننده و تعیین کننده راه و طریق. بله جناب طباطبایی، با توجه به آنچه که توسط طالبان صورت میگیرد و آنچه که در کشورهای اسلامی توسعه یافته به عنوان حقوق شهروندی رعایت می شود، عملکرد دولت‌هایی چون طالبان که به نام اسلام حکومت می کنند چه تأثیر منفی در نگاه به اسلام در دنیا به جا می گذارد؟
وقتی که طالبان به عنوان اسلام صریحاً آزادی به معنای رهایی و معافیت آسان یا استقلال در علم سیاست ممانعت به خرج میده، این رسما با ماده 4 اعلامیه حقوق بشر و ماده 19 اعلامیه حقوق بشر مخالفت داره. ماده 19 رسما آزادی عقیده بیان رو تصریح میکنه که هر کس حق آزادی عقیده بیان داره. نتیجه این کار این میشود که دافعه اسلام برای مردمی که بر اساس همین ماده حقوق بشر دارن زندگی میکنن بسیار زیاد خواهد شد. بله. و طبیعتا هم همین میشه که اگر یه نفر در خارج یک نفر مسلمون رو ببینه نسبت به اون شدیداً ترس و واهمه داشته باشه. ممنونم از شما سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دینی از قم.